لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد از پیش شما معذرت میخواهیم که میخواهیم چند به زبان اصلی خود ما عربی صحبت نمی کنم میخواهم به زبان فارسی کوشش کنم چند کلمه ای که دارم میگم انشاءالله مسئله عربی میگه اتعبنی رجلان رجل لا استطيع ان احكي قصته بالتفصيل ورجل لا استطيع ان اختصر قصته مثال مثلا على ميمي كما خاصه هستم يك اديب سابق شان قرن پیش دو چیز مرا بسیار خاصه میسن وقتی که از پیش ما تقاضا میشه در قسمت یک انسانی بزرگ گپ بزنم اگر با تفصیل گپ بزنم حقی از او داده نمیتونم و اگر خلاصه و کوتاه هم گپ بزنم او هم مظلوم میشه و این مثال در قسمت شهید عظیم احمد شاه مسعود متطابق میشه در سال در ماه سپتامبر 88 میلادی از سفرهای ما از شمال تا پیشاور آمدم و یک افسوس در قلب ما بود که مسعود شناخته نمیتونی تشخیص کرده نمیتونی مسعود کیست جهاد مسعود چیز بدون رفتن و دیدن سر میدان مسعود کیست مسعود یک ماشین اعلامی نبود یک ماشین میدیا ماشین جورنالیزم نبود ماشین واقعیت بود بنا به وجودی که هم یک چیزی نگاتیو دارد پوزیتیو هم بود از جانب اخلاص و از جانب گمش بود در قسمت همیش میگفت خدا میدانست ضرور نیست پروپاگاندا ضرور نیست تبلیغات ما برای خدا جهاد میکنیم با وجود از نظر اخلاص خوب است مگر یک افسوس هم بود تا که پیش مسعود نروی مسعود را شناخته نمیتونم آمدم در منشیر شیخ عبدالله عزام امیر ما شیخ ما my father-in-law, later, و یک انسانی بسیار صادق، امیر، مگر در پیشاور برداشتی کامل در قسمت مسعود نداشت. و یک چیزی طبیعی است. پیشاور زمینی اجنده ها، زمینی رقابت، زمینی تبلیغات، زمینی دشمنی، زمینی گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم زمینی قیل و قال و ما کوشش کردم در ظرف بین 84 تا 88 هر وقت که می آمدم به پیشاور یک ما اونجا یک و نیم ما برای رفتن به مؤسسات یعنی giving some speech گپ زدن در قسمت مسعود 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 چیز و جهاد مسعود چیز و چیز یا کن مؤسسات خیری و چیزی که به دست می آیا به شمال می رفتم و به عمر سید می بین و این دفعه به شیخ گفتم شما باید این دفعه قدم ما و قدم شما یکی به پنشیر بیرید به شمال بیرید چون که ما چیزهایی که ما دیدیم در منشیر و در شمال تصویر کرده نمیتونم نقد کرده نمیتونم ضرورت دارم به کامیراها به نویسنده ها به شاعران به مردم تالنت
و موهوم سپیچ دادن تا کی چیزهایی که ما را می ما اینجا اونجا میبینم نقل داده بتونم و خلاصه و کوتاه میشه اگر شما میرین امرای ما خوبتر با وجود که شیخ عبدالله رئیس دفتر خدمات بسیار مصروف در پیشاور و رفتن شیخ عبدالله به پنجشیر ای یک سفر جلال آباد یا سفر جاجی یا سفر نیست و چهار پنج ساعت با موتر میری و پس میایی هفت کوتر تای میکنی نورستان و چومار و پوشار و پاپروک و ده تا میموری تا که به مسعود میرسیم و ما درک میکنم که آسان نیست مگر this is the only way یک آنار را برای شناختن مسعود یک دفعه بیاییم به زیارت شیخ عبدالله رحمت الله علیه چونکه صادق بود انشاءالله گفت بسم الله یالا رفت همراه مسعود شیش یک ماه تیر کرد همراه مسعود برای رفیقای مسعود در مناطق مسعود آمد پس به پیشاور کتاب نوشته کرد یک ماه به عربی شهر بین العمالقه یک ماه بین بزرگان متاسفانه از حسابات سیاسی نظرهای بسیار کوتاه قدرت طلبی آن کتاب به اساس الله اعلم کدام توطئه چاپ نمیشه شیخ عبدالله به قلم خود نوشته میکنه آن کتاب خلاص شد در 88 دسامبر 88 اون کتاب خلاص شد چاپ میشه در 98 چاپ میشه مخفی میشه به یک اراده سیاسی در پیشاور اراده خیانت اجنده های منطقه بعضی مملکت ها بعضی رهبره ها تهدید میشه در دفتر خدمات این کتاب باید چاپ نشد بنامی چیز؟ بنامی امکان دارد این کتاب اگر چاپ شود فتنه میاد و خدا شاهد است اصل فتنه آمد از عدمی چاپ شدن این اون کتاب صدها و هزاران نفر عربی خالی ذهن ماند مسعود کیست یک جمله در امون کتاب و یک برداشت شیخ عبدالله عزم مسعود وقتی که در کویت بود بعد از امون زیارت شمال به کویت رفت در یک کنفرانس مطبوعاتی یک خبرنگار از او سوال کرد شنیدیم که در شمال رفتین همراه مسعود ملاقات کردیم چی بررسی چی برداشت داری چی گفته میکنی گفت مسعود ظاهرتون قل ما تتکرر فی تاریخ مسعود پدیده بسیار کم در تاریخ تکرار میشه